بیشتر روی این موضوع گفتگو میکنیم با آقای نجیب الکوزای، رئیس ناحیه دوم شهر کابل. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. شب شما هم بخیر. ممنون. آقای الکوزای، در مورد همین جاده کارتی آریانا و کارتی سخی بگوین، چون یکی از بخش های بسیار جنجالی است، یک بخشش ساخته شده و یک بخش هنوزم مانده که اکنون به شرکت خصوصی واگذار شده. در مجموع جاده که کارتی سخی و کارتی آریانا و قوای مرکز به هم وصل میشه، سال 1389 کار شروع شد و کار استملاک خانه هایی که در مسیر از او قرار داشت و طول از 2.5 کیلومتر بود که متاسفانه با مشکلاتی که در اونجا بود ای به یک زخم ناسور تبدیل شده بود که بالاتر از 8 سال بود که در اونجا کاری صورت نگرفت تا اون 500 متر باقی مانده از او جور شد. خوشبختانه با هیئت رهبری شاروری کابل با حمایتشان در یک ماه اخیر تانستیم که مشکلات اصلی منطقه را حل کنیم و خانه هایی که در مسیر قرار داشتن رضایتش توسط کار مردمی که در اونجا صورت گرفت، ملای امام منطقه، شورای محل، وکلای گذر، کسایی بودن که کار از طریق از ما پیش بردیم، خوشبختانه بدون کدام مقاومت، بدون کدام مشکل جدی کار را زور آغاز کردیم و امروز ما شاهد بودیم که 100% خانه هایی که در مسیر باقی مانده بود او تخریب شد و انشالله در ظرف 10 روز مکمل سرک هموار خواهد شد و بر سال آینده برقی ریزی آماده میشه. این کسایی که خانهشان در اثر ساختن جاده ویران شده اکنون استملاک شد، آیا برشان جای دیگه مد نظر گرفتین که برن؟ در مجموع خانه هایی که باقی مانده بود 3 نوع بود. یک تعدادش بود که زمین گرفته بودن و رفته بودن نمره خودم در جایش سودا کرده بودن یا از اونجا هم ساخت ساز خود کرده بودن و برای فعلا دونامو خانه بود و باش داشتن که او افراد ما مطابق به قانون یک تعدادشان مقاومت کردند که اونا از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شدن، تعهدشان عکس گردید و خودشان از خانه ها رو تخلیه کردن. گروه دوم او خانواده هایی بودند که نمره استملاکی نگرفته بودند و یک قسمت از خانه هایشون در سرک می رفت. خوشبختانه با صحبتی که همراهشان کردیم با تفاهمی که صورت گرفت حاضر شدند که اونم قسمت خانه هایشون که در سرک میره و تخریب شود و در مقابلش یک جبران خساره شود که در مجموع کارم صورت گرفت و دو فامیلی که واقعا ضرورت داشتن، فصل زمستان بود، شاروری کابل برایشان خانه های کرایی گرفتن که یکیش برای 3 ماه و دیگرش برای 6 ماه برایش خانه گرفته شد و کوچ خود باز اونجا انتقال دادن و مشکل اساسی اینمی گره ای که واقعا میتونست ترافیک شهر کابل به خصوص نقاط مرکزی رو مثل ده افغانان باغبالا رو کم کنه باز شد. انشالله تا به زودی ما شما شاهد ازی خواهد بودیم که مکمل سرک باز میشه و یک کمک و بدیل قوی می باشه برای ساحات غرب شهر کابل با ساحات مرکزی. بله، در مورد همین 500 متر که باقی مانده که اکنون به شرکت خصوصی واگذار شده، چقدر مدت در بر میگیره که کار ساخت این 500 متر تکمیل شود؟ در ظرف 10 روز مکمل سرک هموار میشه و گره در کاریش هم صورت میگیره و انشالله هوا که گرم شد قیرریزیش هم صورت میگیره و مشکل اساسیش برای همیشه و میگیره 8 ساله باز خواهد شد. یک مشکل وجود داره که این طرف که شما جاده را ساختین هیچ نوع موانعی گرفته نشده که پایان از او البته خانه ها است و میتونه خیلی خطرناک باشه، در قسمت هم کنم برنامه وجود داره؟ دقیقا از اون دیوارای استنادی گرفته میشه و حتی در قسمت هایی از سرک از اونجا امکان لغزش کوه میده. بله. از اونجا دیوارهای در نظر گرفته میشه تا از لغزش کوه و یا اینکه سنگ از بالا در اثر بارندگی یا حوادث دیگه وقتی که در پایان میه جلو رو مانع شد که داخل سرک نبه و صدمه به کسی نرسه. یک شکایتی که وجود داشت به کسایی که خانهشان استملاک شده در مسیر این جاده، کسایی که البته بیشتر از استملاک شده بر جای بر از اینا زمین داده شده که حداقل اونجا هیچ امکانش وجود نداره که اینا برن در اونجا حداقل خانه معمار بکنن و زندگی بکنن. کم ارزش ترین زمینی که از اونجا برشان داده شده قیمتش بر فعلا در بازار آزاد بالاتر از 12 لک افغانی است در زون قیمت و ادعای رکوه میکنن نمیفهم. بعضی از اشخاص هستند یک قسمتی از شهر کابل بسیار دوست دارم، مثلا در غرب کابل زندگی میکنه هیچ وقت ارزان قیمت دوست نداره و یا بعضی کسایی هست که سمت شمال است و شاید از او دیدگاه و گفته باشن، مگر هم ارزش زمین هایی که برشان توضیح گردیده ارزششان در سطح شهر کابل یک ارزش متوسط میباشه. بله، تشکر آقای الکوزای، سپاس از اینکه شما با ما حضور یافتین، خیلی سپاس.